دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. گرچه شرایط سختی هست، ولی مثل که ما آدم ها به شرایط سخت زود عادت میکنیم. البته دیروز بود فکر میکردم که او چقدر وقت ما نشستیم تو منزل، دیدم آقا تازه شده یک ماه، 4 هفته گذشت و آقای ترامپ، اولا اجازه بدین که از دوستمون سم تشکر کنم، چون من بهشون میگم سعید، ولی خب وقتی که اسم فیسبوکشون رو هم سم هست، همون ما هم میگیم سم دیگه، ایشون اینجا زندگی میکنه، ترجیح میده بهش بگیم سم. سم آیم یه فیلمی بود. بعد ایشون گفت که الان که بیشتر مردم در منزل نشستن و اینها، بهتر نیست شما بیشتر برنامه بذاری؟ گفتم چرا، ولی یادت باشه منم تو خونه نشستم و تو خونه نشستن یک چیزی دارن آمریکایی‌ها بهش میگن هانی دو لیست. اونایی که زن دارن میدونن یعنی چی هانی دو لیست، یعنی همسر شما یه لیستی مینویسه، این دره رو درست کن، این چراغ رو درست کن، این دستشویی خرابه، این فلان، بعدم همه اینا. اولی که میای با یه پیچگوشتی میای شروع میکنی، بعد که تموم میشه میبینی تمام ابزار و وسایل آوردی اونجا. بالاخره ما حرف ایشون رو گوش کردیم، گفتیم چشم، ما امروز اینجا هستیم، ولی خب شماها هم لطف کنید، زنگ بزنید، پیغام بذارید و نظرات خودتون رو بگید. ایشون گفته بود بیشتر خبرهای کرونا. میخوام از ایشون سوال کنم ما خبرهای کرونا رو از کجا بگیریم که قابل اطمینان باشه؟ کرونا آخوندا رو بگیریم که خود نماینده مجلسش میاد میگه آقا این آماری که شما دادید نمیخونه. کرونا آمریکا رو بگیریم که اینا حالا تازه بعد از 250 سال فعلا دعوای شاه و وزیر دارن. این بازیای بود بچه‌ها انجام میدادن توی عروسی‌ها، بعضی وقتا بود این آقای ترامپ فکر میکنه شاه، اونا یکی بهش میگن نه آقا، اصلا اون کسی که این برنامه آمریکا رو گذاشته و اینها، از اون واشنگتن رو نمیدونم فرانکلین و بعد چند چیز بعد، اینا اصلا از فکر پادشاهی آمدن بیرون. حتی وقتی جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور، که احتمالاً انتخاباتی نبوده اون موقع، گفتن آقا شما اینقدر زحمت کشیدی بیا، بعد بهش گفتن شما بشو کینگ، بشو شاه، گفت نه آقا ما این همه زحمت ها رو کشیدیم که شاه نباشیم، شما دیگه کی هستی؟ حالا این آقا میخواد شاه بشه، چی بگیم؟ خبرها چه چیزی من به شما بگم که شما خودت ساعت 6 صبح نگران نبودی، نرفتی نگاه نکردی؟ و یه چیزی من میگم با اون منبع خبری که شما میگیرید فرق میکنه. شما حالا شما خوبه، هیچ وقت من شما عصبانی نشدیم سر موضوعات، ولی بعضی دوستا میگفتن وقتا به طلفت العین، میگفتیم طلفت العین یعنی چی؟ میگفت به سرعت یک چشم به هم زدن اینها ناراحت میشن، قهر میکنن و الی آخر. صحبت از قهر کردن شد، اجازه بدید من امروز صبح ماجرایی رو که با آقای علی عبدالرضایی داشتم براتون بگم. این آقا، آقای اوسانلو، خب ما چندین بار با منصور اوسانلو مصاحبه کردیم، بعد دیدیم نه آقا این اصلا شور و حال اون اتوبوس واحد ایران و حزب کارگران و اینها رو داره و نمیخواد خودش رو عوض کنه. حالا که اومده آمریکا ببینه اشکالشون چی بوده که به جای نرسیدن، بری یه کتاب بخونه چگونه تشکیلات رو به اصطلاح راه بندازیم، چگونه نفرگیری کنیم و اینها. گفتیم بابا ولش، و اونم خب جذب تلویزیونای کالیفرنیایی شده و شده برنامه گذار. یعنی شما نگاه کنید آخوندها چقدر قشنگ اینا رو صادر میکنن به آمریکا. یکیش میاد میره توی تلویزیون وایس آف آمریکا، نمیدونم تو تلویزیونای دیگه میشه مسیح علی نژاد، یکی میشه آقای گنجی جایزه میگیره، یکی میشه خانم گوگوش میاد میخونه، یکی هم میشه آقای منصور اوسانلو. اینا رو سر کار گذاشتن، اینا هم ما رو سر کار گذاشتن بدون اینکه خودشون بدونن. خب ایشون اومد و بله منو زدن و حمله به جانم کردن و فلان اینا، خب اوکی، حالا دیگه نشسته جای ام برنامه میسه. یه برنامه گذاشته با یه آقایی به نام علی عبدالرضایی، ما یکم گوش دادیم، دیدیم که خب حرفایی که میزنن همه قشنگ و خوبه،
ولی نگاهی که میکنی مثل همینه که شما تشنه هستی. حالا بهارم هست، فصل دوغه، یه نفر صحبت از دوغ میکنه، وقتی میگی خب دوغ کجا، میگه اینها بیا اینجا نگاه کن، من یه کاسه ماس آوردم میخوام بزنم به این دریا دوغ درست کنم، یه لیوانش هم به تو میدم. هرچی فریاد میزنیم آقا با این یه کاسه ماس شما یه پارچ، یه تنگ آب اضاف کن به همین 4-5 نفری که دورت هستن، فعلا دوغ بده، اون باقی دنیا و دریا پیشکشت، گوش نمیده. ما به این آقا تماس گرفتیم، تا امروز یا دیروز شب برای من یه فیلم دیگه دوباره فرستادن و گفتم آقا خب این چه فایده، شما هی میفرسی، شما هم مثل آخوندا هی از بالای منبر به مردم صحبت میکنی، هیچ کم حق نداره از شما از پایین به شما صحبت کنه. ایشون نوشت آقا منظور چیه؟ گفتم اینها بنده چند بار با شما تماس گرفتم جواب نمیدی، و اگه جواب نمیدی اسم من رو از لیستت ببر بیرون. بعد گفت نه آقا من ندیدم. گفتم آها، میگن عذر بدتر از گناه. آخه شما چه رهبر ایران آنارشیستی هستی که نمیتونی به این 4 تا نصفی که به تماس میگیرن جواب بدی، یا اگر اینقدر تماس گیرنده داری نمیتونی یه سازمانی را بندازی 5 نفر 4 نفر بشینن کارهای شما رو انجام بدن. خلاصه گفت نه آقا اینجوری نبوده و من ندیدم و اینا. گفتم اینها. بعدم میگه کجا، براش یکی یکی عکس گرفتم فرستادم، گفتم اینها فلان روز اینجا، فلان روز اینجا، فلان روز اینجا. گفت ببخشید و اینها، و من خوشحال میشم بیام تو برنامه‌تون. گفتیم خب میبینیم و تعریف میکنیم. همه کس تحمل نشستن روی صندلی داغو ندارن، مثلا اگه تو خونهشون باشن شلوار پاشون نباشه. خلاصه گفت نه آقا من میام. کی بیام؟ گفتم من امروز یه برنامه فوق‌العاده دارم، همین امروز بیا. گفت آقا میام. کی بیام؟ گفتم 8 شب بیا به وقت لندن. گفت آقا میام. گفتیم باشه با ما تماس بگیر، اینم تماسمون. گفت اوکی. فرستادم، رفتیم دیدیم بله فرستاده از طریق اسکایپ آقای علی عبدالرضایی اکسپت. ما هم گفتیم قبول میکنیم، بفرمایید. بعد حالا براتون نوشتهشو میخونم، شما ببینید از روی صفحه‌ای هم که ایشون نوشته من بهتون نشون میدم که وقت خدای نکرده ما دروغ نگیم. اونایی که منو توی من 22 سال همش میگم 20 سال، ولی 22 ساله توی رادیو تلویزیونای ایرانی هستم، دیگه فکر کنم میدونن که من نه حوصله دروغ گفتن رو دارم. تا امروز هم یه نفر نیومده بگه آقا اینو گفتی دروغ بود. اگر یکی پیدا بشه بگه آقا اینو گفتی دروغ بود غلط بود، میام میگم آقا این آقا سم به من گفته اینو که گفتی دروغ بوده غلط بوده، من عذرخواهی میکنم. تا امروز نشد. خب براتون این نوشته رو میارم، شما ببین بعد از این که حالا ما قرار گذاشتیم ساعت 8 اونجا کجاست، نیویورک اونجا چیه، این آمریکا، لندن چه ساعتی بیام، فلان اینها. بعد ایشون برای من ببین چی نوشته. دوستان ببینید، اینایی که میشینید برنامه اینا رو نگاه میکنید، ببینید افسارتون رو دست کی دادید. اگه قراره اینا رهبرتون بشن باید قبول کنید که اینا افسارتون رو گرفتن. بیا نگاه کنید، شما پرسیده بعد از این ماجراها که حالا ما با هم امروز صحبت میکنیم یا همین امروز برنامه داریم. ببینید من نوشتم براش، امیدوارم ببینید حالا شما اینجا ولی قبول کنید، اگه کسی هم شک داره براش عکس میگیرم میفرستم. من برای ایشون نوشتم حالا که شما لطف کردید فرصت رو، فرصتم به جای سات با سین فرستاده شد، فرصت را غنیمت می‌دانیم و همین امشب با شما گفت و شنودی دوستانه خواهیم داشت. برنامه خود من از 7 شب انگلستان آغاز میشه. من همیشه به مهمون‌ها میگم سوربی مانند یه بچه مرشد میاد آب میپاشه، چای دم میکنه، مجلس رو گرم میکنه تا دوستان به صورت مرشد حاضر شوند. اینو شما داشته باشید. ایشون نوشته مشتاق بودن با شمام، اما امشب ساعت 6:30 عصر به وقت لندن یا 10 شب به وقت ایران برنامه سخنرانی دارم. آقا بنده تو نیویورکم، واشنگتنم، شما تو لندن، من چه کار با ساعت ایران دارم؟
مثل اینایی هست که بهتون میگم نمیدونم پولایی که شاه دزدید از اینجا شما میتونید ببرید تا کره ما، انگار ما چند بار رفتیم کره ما و میدونیم که چند با چند تا پول یه دلاری، یه چیزای مسخره مقیاس. anyway ایشون ساعت ایرانم آورده نوشته مشتاق بودن با شما، اما امشب ساعت 6:30 عصر به وقت لندن یا 10 شب به وقت ایران برنامه سخنرانی دارم. از قبل اعلام کردند. ایشون یه تقویم نداره یا یه از این کلندرهای توی آیفون و آیپد و اینا نداره که من وقتی بهش چی میکنم نگاه کنه همون اول بگه که امروز من نمیتونم روز دیگه، ولی قبل از 9 شب به وقت ایران میتونم در خدمتتون باشم، وگرنه بذارین واسه فردا یا یک روز دیگه. سپاس از دعوتتون. من برای ایشون نوشتم خب قبل از 9 شب همون 8 شب میشه قبل از 9 شب، اگه شما 6:30 دعوتی 1:30 هم که برنامه داشته باشی میشه 8 شب و اینجوری. این قبل از 9 شب من یاد دوستانی میندازه که وقتی بهتون میخواد آدرس بده میگی شما میری نرسیده به اون بانک سپه. آقا من اگر نرسیدم به بانک سپه از کجا میدونم بانک سپه کجاست؟ میتونی بگی بانک ملی رو که بعد رد کردی میبینیش، اگر رسیدی به بانک سپه ردش کردی. آدرس دادن بلد نیستی، قرار ملاقات گذاشتن بلد نیستیم. ولی حالا ببینید ایشون چه جوابی داده. من برایش نوشتم چون ایشون آمریکا انگلستانه، هی گفتیم دیگه فارسی ننویسیم. شما what do you mean، منظور چیه قبل از 9 شب؟ خب 8 شب میشه قبل از 9 شب. بعد برایشون نوشتم به نظر میاد شما باید یک نفر یا چند نفر رو استخدام کنی تا آنها جواب نامه هایت را بدهن، قرارهای شما را ردیف کنن. میشه گفت شما هم مانند شاه یه وزیر دربار و یه رئیس تشریفات احتیاج دارید. من در برنامه امروز درباره شما اصالت صحبت میکنم، لینک را برای شما ارسال میکنم، چون از شما نام میبرم شما حق دارید به صورت ویدیو یا زنده جواب من را بدهید. شاد و سلامت و پیروز باشید، ارادتمند سوروی. ایشون چون من در قبلش نوشته بودم که شما یه بیوگرافی کوتاه هم از خودتون بگو بنویس اینجا، این رسمه آقایی که هنوز بلد نیستی، این رسمه که طرف بیوگرافی خودش رو میده دست اون مجری، اون میگه که این آقای هنرمند از کاباره تهران شروع کرده رقصید و نمیدونم فلان، حالا شده هنرمند یا حالا شده جنبش. آقای شاهرخ خواننده، خوانندگی شروع کرده زمان شاه، از ایران در رفته اومده اینجا زندگی کرده، نشون میده زمان شاه هم همچین تعریفی نداشته ایران و تهران، حالا شده نمیدونم ناجی ایران. میگن منجی یا ناجی، میگن یکیش غلطه یکیش درست، در هر صورت. بعد ایشون ببینید بهش برخورده، میگه خب شما حتی اسم رو سرچ نکردی ببینی با کی میخوای مصاحبه کنی، شما آزادی هرچی دلت خواست درباره نویسنده‌ای که 70 کتاب. آقا بنده ای که 22 سال تو کار مدیای ایرانی ام، تا قبل از اینکه آقای منصور اوسانلو ویدیوی شما رو بفرسته برای من چند هفته پیش، من از وجود شما، از اکزیستند یعنی وجود داشتن شما خبر نداشتم. 70 تا کتاب، کتاب موش و گربه نوشتی، کتاب ملا نصرالدین نوشتی. دوستان شما اینجا بنویسید کدوم یک از شما این 70 تا کتاب آقای علیرضا عبدالرضایی رو خوندید؟ یکیتون بنویسید اسم کتاب‌های ایشون چی هست. براش نوشتم که آقا این رسمه که به طرف میگن بیوگرافی تو بفرست. آقای حخار روزی که برای من بیوگرافیشون نوشت که دیدم در 28 شرکت بزرگ آمریکا ایشون نوشته من عضو هیئت امنا هستم، اونجا من یقشو گرفتم. وقتی نوشت من چند تا دکترا دارم، اونجا یقشو گرفتم. آقای سعید شمیرانی وقتی گفت من رو با مأمور فرستادن جبهه، 8 نفرم گذاشتن مواظب من، اونجا من یقشو گرفتم. این تریکه که ببینیم شما چقدر دروغگو هستی. 70 تا کتاب تو اسماشو بنویسی ببینیم چند تا فروش داشته، تیراژش چند بوده، این کتابا هنوز مونده تو خونتون، خانمت باهاش شیشه تمیز میکنه،
آقا خانم برید دنبال کارتون، برید یه شغل شرافتمندانه پیدا کنید. حالا شروع صحبت من با ایشون این بود، ما گفتیم خدایا تا اونجایی که من میدونم این فاشیست و آنارشیست و اینا به ما ایرانی ها معنی خوبی نداده و بریم ببینیم چیه. ما آمدیم و رفتیم توی مال قبل ها، همون نامه‌ای که ایشون نخونده یا دروغ میگه، میگه نخوندم. خب بله ببینید معنیش چون بد بود نوشته بود تندرو و بی نظم و ترتیب و اینا و برای ایشون فرستادم، ایشون نوشته من آنارشیست نیستم و بلکه ایران آنارشیستم. ببینید خودشونو مسخره کردم، من آنارشیست نیستم و بلکه ایران آنارشیستم، اما آنارشیست به تعریف زیر بسیار نزدیکه. حالا تعریفشم برای ما با ویکیپیدیا فرستاده، آنارشیست redirect here فلان، آنارشیست is a political philosophy and movement that reject all involuntary بله خلاصه. و متوجه شدم که ایشون میگه که نه دیگه ما اون اسمم استفاده نمی کنیم. ببینید اولی که اومدن نفهمیدن چه اسمی میذارن، فقط دنبال یه چیز دهن پر کن بودن. آقا مثلا چلو کبابی رو ننویسیم چلو کبابی، بنویسیم رستوران مدیترانه، بعد اون پایینم یواش عکس چلو کبابو بذاریم. آقا میگه ما حزب براندازان هستیم. حالا شما به من بگید دوستان چند نفر از شماها توی حزب براندازان هستین؟ اصلا کدوم یک از شما تا امروز از حزبی به نام حزب براندازان خبر داشتید؟ آقا برید کتابایی رو بخونید که نشون میدن، یادتون میدن چجوری به اصطلاح ارگانایز کنید کامیونیتی ها رو، چگونه گراس روت یا از این به اصطلاح سازمان های ریشه ای را بیفتید. شما وقتی که همسایت شناختی برو باهاش صحبت کن، بگو آقا این ترامپ شالاتانه فلانه، من میخوام یه همچین موومنتی یا جنبشی رو را بندازن، شما میای با من؟ وقتی این گفت بله، کسی رو هم میشناسی که با من و شما بیاد؟ بله اونم میاد. اون وقت دوتا ستا و الا هی شما بشین تو خونه، معلوم اینقدر بیکار بودی که 70 تا کتاب نوشتی. کتابات کجا هست؟ کی خونده؟ نتیجه این خوندنها چی شده؟ آیا شما امروز میتونید 70 نفر رو به خیابون بیارید؟ تو ایران نه که بگه آقا میخوام بیارم ایران بکشنشون، تو همون انگلستان 70 تا ایرانی رو جمع کنی یه جایی. چی بگم والا چی بگم. خب دوستان عزیز اگر اینجا هستید شما هم لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون به اصطلاح شیر کنید، هر چند که تعداد دوستانتون هم کم باشه به قول معروف چه میدونیم، شاید یه دفعه یکی از اینا توی گروه هایی باشه. یادم میاد این آقای یزدان خدابنده میگه آقای سوربی من توی 70,000 تا گروه هستم. گفتیم آقا 70,000 تا گروه یعنی چی؟ گفت یعنی گروه هایی هستم که 70,000 نفر. گفتم شما یه روز ویدیو تو که میذاری اونجا بگو دوستان هر کسی این ویدیو رو تماشا کرد برای من بنویسه من تماشا کردم، و شما بشماری. این فیلم پایتخت میخواد بچه ها رو مشغول کنه، دارن میرن مسافرت، میگه شما تیر چراغ برقای این جاده رو این ور جاده رو بشمار، این یکی تیر چراغ برقای این ور، وقتی رسیدیم هر کی بیشتر بود. بعد این بچه ها هی میشمارن، پدر مادرش میگه آقا این چه بازی بود که اینا رو گذاشتید سر کار. حالا اینم بازی این گروه ها هست. توی گروهی هستم 70,000 نفره، مثل آقای چمنارا میگه آقای صوبی من ویدیوهام به گوش اونایی که میخواستم رسید. آقا به گوش کی رسید؟ بعد برنامه‌تون چی بوده از این ویدیوها؟ چه موومنتی یا چه جنبشی رو راه انداختی؟ و اگر برنامه‌تون قرار بوده از A تا Z باشه که 26 تا راحت داره، یا از الف تا ی بوده که 32 تا است، الان کجا هستین؟
الان الفی بی پی تی جی خی ساتی زاتی کجا هستی؟ هیچ. همینجوری هر کی میاد. اون روز یه دوستی نوشته بود که آقا فکر کنم آقای چمنارا یه چیزی میدونست راجع به 2020. گفتم آقا نه، تمام این فالگیرا اینا هر کدومشون چیز کنی، الان هم حتما شما هم دیدی یک کتابی 40 سال پیش نوشته شده، 150 سال پیش یک کتاب دیگه بوده، اون وقتا 500 سال پیش تو فرانسه بوده، کی بوده؟ استرونوماس چی اسمش که بهش میگفتن اس فلان، شوخی میکردن تو آمریکا. یه چیزایی نوشته، شما اینه که میخونی با این شرایط امروز مچ میشه. مثل ما بدبختا هست، این شعر یار دبستانی در هر زمانی که شما بگی صدق میکنه، از زبان قاجار. حالا آقای منصور تهرانی، فهم با ایشون یه بار تلفنی صحبت کردم و ازش اجازه گرفتم، گاهی سوربی امروز خیلی خوشحال شدم. گفتم چرا؟ گفت اولین ایرانی هستی که زنگ زدی از من اجازه گرفتی که من این آهنگ رو میتونم پخش کنم، اونای دیگه همینجوری پخش میکنن و الاخر. راجع به اجازه گرفتن اینا، من جمعه پیش درباره آقای ناصر پاک نژاد صحبت کردم. آقای ناصر پاک نژاد مفتخوره و بهتون گفتم که زمان آقای مصطفی زاده هم چند بار ماه آوردیمش، هی میگه الان میخوام برنامه بذارم. اینا تریکای مخصوص خودشون دارن، مثل اینکه من برم توی رستورانی بگم آقا ما یه عروسی داریم یا پدرم فوت شده، میخوام خوراک از شما بگیریم، اگه میشه من چلو کبابتون امتحان کنم. خب اون طرفم پول اون روزو نمیگیره دیگه، هی میخوره، هی میریم اون رستوران و این برنامه رو شما بذار، امروز برو سورنتو، فردا برو کباب بازار، پس فردا موبیدی از این کارا نمیکنه، چون همه کارگرها شدن اسپانیش. بله اینا اینجوریه. بعد بهش براش نوشتم آقا من امروز درباره شما صحبت کردم، اینم لینکش. گفت که من حاضرم بیام در برنامه. گفتم نه دیگه نمیشه، شما چند بار مهمون بودی، این بار اگه میخوای بیای سر راه ساندویج و کالباس و نونم بگی بیا، نمیشه که هر دفعه تو بیای اینجا ما چای درست کنیم بخوری، یا اگه خوراک برای خودمونه با تو شیر کنیم خوراک ما رو هم بخوری. بگو نه، شما طبق قانون مطبوعات، اینم یه چیزی ما یاد گرفتیم، طبق قانون مطبوعات شما چون از من اسم بردی باید به من وقت بدی. گفتم به به چه خوب شد که یه قانون دون توی ایرانی ها پیدا شد. شما، من که اینجا هستم، شما طبق قانون مطبوعات برو از من شکایت کن، هر وقت دادگاهی FCC جایی به من گفت سوربی تو درباره پاک نژاد 3 دقیقه صحبت کردی، 3 دقیقه بهش وقت بده، اون وقت من بهت وقت میدم. آقایون خانما اینقدر گندگوزی نکنید، اینقدر حرفای بزرگتر از دهنتون، حرفای بزرگتر از مغزتون نزنید، لقمه را قد دهنتون بگیرید، تو گلوتون گیر نکنه، خفتون نکنه. آقای اکبری چی میگی؟ 70 نفر جمع کردن کاری نداره، یک دیگ پلو و خورش قیمه بذار 200 نفر میان. آقای اکبری به جون خودم، جون شما رو قسم نمیخورم، همون کار رو هم اینا عرضه ندارن انجام بدن. آقا همون دیگه درست کردنم از خودگذشتگی میخواد، با دست تو جیبش کنه، برنج بخره، یه نفر استخدام کنه، اگه نه خودش وایسه درست کنه، پای آتیش بیاره بذاره، بشقاب آماده کنه. آقا ندارن اینا، عرضه ندارن اینا، پول نمیخوان خرج کنن. اذیت نکن به من آقای اکبری، این 4 تا نخ مو هم که اینجا مونده شما میخوای بریزی؟ در اصل ممنون و متشکرم دوستان عزیز. امروز این برنامه رو نمیشه بگیم فوق‌العاده، دلیلش اینه که ما معمولا دوشنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه داشتیم، الان اوضاع معمولی نیست، ما فقط جمعه ها برنامه داریم، ولی حقیقتش حوصله‌مون سر رفت، گفتیم بیاین ببینیم شما چه کار میکنید. مثلا این آلمانی که آقای اکبری اونجاست و میگن اینقدر مبارزه با کرونا رو قشنگ انجام داده که تلفاتش کم بوده چنین و چنان، ایشون به عنوان یه شهروند برای ما بگه چیه؟ خب اون دفعه نوشت، اینجا نوشت که دختر ایشون وکیل آلمان، دولت آلمان پول ریخته به حسابش و این دختره چون الان دیگه ایرانی نیست گفته من پول نمیخوام. باباش گفته حالا صبر کن، کجا میری؟ سوربی از آمریکا فریاد زده عمو جون پول رو بفرست بیاد اینجا.
این دولت آلمان یه فیلمی گذاشته بودن روی اینترنت، دولت کانادا رو نشون میداد که نفر 2000 دلار به حسابشون ریخته و گویا گوشت و یه سری چی دیگه داده. نمیدونم آقا وقتی یکی یه چی میذاره نمیدونم. البته یه نفر به شوخی گفته بود چقدر این کانادایی ها خوبن، من امروز تو خونه چی نداشتم، رفتم سوپرمارکت به نفر اولی که رسیدم همه چیزی که دستش بوده داده به من. البته از خودش فیلم گرفته که با اسلحه رفته اونجا، گفته من خوراک ندارم، طرف همه گاری رو داده دست این. از این جوکا هست. آمریکا رو براتون بگم که نفر 1200 دلار قرار شد بدن و این خواننده بیزو و بد شکل و شمایل که هر روز خودش رو مثل میمون یه روز ریش از اینوری میزنه یه روز از اینوری میزنه و اینا، این اون روز اومد گفت که بله دیگه ترامپ هم بهتون 1200 دلار میده برید حالشو ببرید، انگار که الان از جیب همه این به ما داده. آقا ما اینجا مالیات دادیم، تکس دادیم، کار کردیم 30 سال 40 سال کار میکنی، بعد یه سری مفتخور از قبل شما میخورن، بعد اون پولا رو ما تو ما اگر حادثه برات پیش نیاد از بین نری بدید. در اصل تا امروز چکی برای آمریکایی‌ها نیومده. چرا؟ چون این گروه گنگستر شالاتان ترامپ و یارانش این برنامه ها رو کاری کردن که اول اون گنده ها بدونی که مردم بدونن، بدونی که مردم تشخیص بدن این بیلیون ها دلار، نه میلیون ها، بیلیون ها دلار کجا رفته، اونا پولا رو بکشن. پولا مثل یه جایی که برنج و اینا میریزن، سگی گربه اون پایین میاد اینا رو تمیز میکنه. مردم آمریکا مثل اینا هستن، از ریخت و پاش اینا اگه برنجی بریزه پایین، خوراکی تیکه نونی بریزه، اون وقت مردم آمریکا اونا رو میخورن. ولی 4 تا بیشعور و بیسواد که تفاوت آخوند جانی رو با ترامپ شالاتان نفهمیدن، فکر میکنن الان این ترامپ میره اینا رو میرزه بیرون، اینا برمیگردن ایران. آقا برمیگردی ایران شما چیکار میکنی؟ فکر کن زمان شاه شده، زمان شاه شما چیکاره میکنی؟ چه شغلی داشتی؟ خب منی که زمان شاه دبیر بودم، زمان خمینی هم تونستم دبیر باشم، فردا برم ایران هیچی که گارگیرم نمیاد، میرم رانندگی تاکسی میکنه، میرم سیم کشی میکنه. شما چی کار میکنی؟ شما میخوای بری اونجا ار کنی، ادای خواننده ها رو در بیاری و تازه به خواننده ها ایراد بگیری که اینا خواننده نیستن، من خواننده هستم. خورا آقا خجالت بکش. بله خب ببینیم که براتون چی نوشتیم. بله خانم لیلا میلانی پیشنهاد کرده که یه ویدیویی رو من و شما تماشا کنید. این ویدیو رو من روی صفحه فیسبوک خودم گذاشتم، اگه پیداش کنم برای شما دوستان اینجا میذارم. این یه مقداری میدونید الان خیلی این ماجرای دسیسه، یعنی فلسفه دسیسه، تئوری دسیسه، دنبال این کلمه میگشتم، خیلی داغه. آمریکا میگه چین این ویروس رو درست کرده، چین میگه آمریکا درست کرده، دیروز چین میگفت اینو آفریقایی ها آوردن، ایران میگه اینو خدا فرستاده که آمریکا رو ذلیل کنه. هر کدومشون یه نفر دیگر رو به غیر از خودشون سرزنش میکنن و مسئول میدونن. حالا اجازه بدین من The First Documentary، یعنی اولین فیلم مستند CCP Virus، اینو خودم همشو نگاه نکردم چون قبل از برنامه بود، کاپی لینک لوکیشن براتون میذارم اینجا، برید نگاه کنید. الان نریا، بعد از برنامه. اوکی؟ بعد از برنامه برید نگاه کنید. نظرتون رو درباره این فیلم به ما بگید اگه لطف کنید، با همین شماره تلفنی که الان اینجا میبینید 202-695-2573 رفت برش گردونم. بله با این شماره تلفن 202-695-2573. فکر کنم روی واتساپ هم هست، چون یه دوستی از فرانسه نوشته بود آقا واتساپ تماس بگیر. گفتم آقا من واتساپ رو که روشن میکنم چپ و راست انقدر ویدیو میاد، ستینگش هم یه جوری ویدیوها رو میفرسته تو تلفن من، عکس میخوام بگیرم میگی جا نداری. میگم آقا این خالیه، این نمیدونم 60 خورده گیگابایت جا داره. بعد میبینم از صبح تا شب، شب تا صبح آشغال اومده، هی نمیدونم این فیلم نه یه بار، دو بار، سه بار بماند. گفتیم نخواست. هر کی میخواد تماس بگیره از قبل به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن، به وسیله تکس، به وسیله فیسبوک
تماس بگیره تا با هم ترتیب تماس گرفتن رو از طریق اسکایپ بدیم و بیاین و صحبت کنید. اینم از این لینک رو گذاشتم. تشکر میکنم از خانم لیلا میلانی. ولی آقای سعید کاووسی اون روز امروز من یه خبری گذاشتم که چین، برای شما میخونم، که چین واکسن این رو پیدا کرده. اجازه بدین یه بار دیگه ما این رو کلیک کنیم. بعد میگه که اینه، براتون متنش رو میخونم. فرماندار نیویورک به ترامپ گفته تو پادشاه آمریکا نیستی. این ویدیوش هم هست، یه عکس خوبی سم گذاشته از ترامپ، اونو براتون میارم. ولی اینو براتون بخونم: واکسن ویروس کرونا در چین ساخته شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، سه شنبه 14 آپریل، یعنی همین امروز 14 آپریل برابر با 26 فروردین، مقامات وزارت بهداشت چین به پژوهشگران اجازه دادند زودتر از موقع این واکسن را روی 2 انسان آزمایش کنند. شرکت دارویی سینوا بیوتیک چین و آزمایشگاه تحقیقات بیولوژیکی ووهان واکسن کرونا را ساختند. چین در واکسن تولیدی خود برای مبارزه با کرونا را بعد از پشت سر گذاشتن تست بالینی بر روی انسان آزمایش خواهد کرد. ویروس کرونا که در چین شناسایی و شیوع پیدا کرد، نزدیک به 120 هزار نفر قربانی، توی آمریکا بیشتر 23 هزار نفر، نزدیک به 24 هزار نفر آمریکایی که این ترامپ شالاتان احمق میگفت که 15 نفر بیشتر اینجا کشته نشدن، از بین نرفتن، اینم تموم میشه میره. حالا خودش میگه من زودتر از همه فهمیدم اصلا این خطرناکه. بعد حالا میگه که من میخوام تصمیم بگیرم همه جا رو باز کنم. بهش گفتن هی هوش یابو، تو نرو، اصلا تو کاره ای نیستی که بتونی جایی رو باز کنی. ضمناً تویی که جایی رو نبستی، گفتی من چیر لیدر هستم، من رقاص تو بازی ها هستم، من مردم رو تشویق میکنم، من فوتبالیست رو تشویق میکنم گل بزنه، حالا وایس کنار بپر بالا و پایین مثل این چی بهشون میگم، عکسای مختلفی، مجسمه نه، شکلکای مختلفی دارن، هر تیمی میان گل میزنن همینجور میچرخن و اینا، مثل اونا بپر بالا و پایین، مثل همون جد میمونی زردم که هستی، مثل اوران اوتان. میگن فرماندار، تازه فرماندار میگه هی ما حق نداریم، شهردار. ببینید این سیستم آمریکا که تونسته دوام بیاره با همه این کراپشن یا فساد، اینه که از پایین به بالا ساخته شده. ممکنه اون بالا یک کسی برسه ار کنه، که امروز ما داریم این ترامپو ار میکنه، میخواد مادام العمر رئیس جمهور باشه، میخواد پادشاه باشه. ولی اینایی که پایینن میگن هی خیلی بالا پایین میام کنار، میافتی پایینا، و هرچی بالاتر بری وقتی میافتی پایین قالبت بیشتر میشکنه. بله، میگه سلام، فوتی ها تو چه رده سنی هستن؟ والا نمیدونم. بدونی چرا نمیدونم؟ چون اول شروع کردن گفتن اونایی که از 65 به بالا هستن، ولی آمار اینا رو آمریکا خوب میده، چون آمریکا همش بر اساس شمارش و آمار و اینها هست. و باز یه عکسی گذاشتیم اینجا که نشون میده ترامپ و خانوادهش دارن گور دست جمعی میکنن احیانا. این از یک جایی بوده که افتتاح میکنن، این جایی رو که میدونید این هیچ جا رو نساخته، اصلا بلد نیست این کارا رو انجام بده، میره اسمش رو میفروشه، مثل لایسنسینگ. شما یه چیزی فکرت هست، من میگم آقا یه چی درست میکنم که اینجوری که میزنی اینجوری، بعد میفروشمش مثلا به یه باشگاه ورزشی، بهشون میگم اسم منو باید بذاری روش. این ترامپ که اسمشو گذاشته رو بیلدینگ، این لایسنسه، یعنی اسم ترامپ براشون مشتری جمع میکنه. apparently not anymore، چون خیلی ها اعتراض کردن این اسما رو از رو برجا برداریم. I suggest you watch. بله، این خانم میلانی نوشته بود. آقای کاووسی نوشته بود شما این خبر رو از کجا میاری؟ گفتم عزیز من شما 20 دلار حمایت کن تلویزیون مردم رو،
و ما منبع اون خبر رو به شما میگیم. همینجوری قرار نیست که ما منبعمون رو مثل اینکه من یه چاه نفت پیدا کنم، نفت رو بیارم بذارم اینجا بگم چون چاهش رو پیدا کردم میدم گالونی یه دلار، شما بهش به من بگه کجا پیدا کردم. خب قرار نیست که بهت بگم که الان یه پولی باید ازت بگیره. دستش شوخی کردم. اینو رو وبسایت های مختلف میبینم. دلیلی که لینکش رو نمیذارم اینه که خیلی تبلیغ میکنن وسط خبرها، هی اومدن این تبلیغای گویا و اینا رو چپوندن. منم گفتم حالا که اینجوره من از اینوری تنبیهشون کنم. در هر صورت به نظر من چین جنگ جهانی سوم رو بدون شلیک یک گلوله شروع کرد، بدون دردسر تموم کرد و دو تا سود برد. یکی بازار وسایل بهداشتی و وسایل پیشگیری و ماسک و نمیدونم اینا رو برد بالا که هنوز دارن کار میکنن، یکی حالا بازار واکسن و اینها، و بعد از این چه چیزهای دیگر رو به من و شما میفروشن و قالب میکنن باید صبر کنیم و ببینیم. و فوتی ها در گذشتگان اگه بگیم بهتره، فوتی ها چون بعض وقتا میخونمش مثلا فوتی ها، یه چیزایی هم هست سوتی میده تلویزیون آمریکایی، تلویزیون ایرانی، اینو وقتی من نگاه میکنم یاد اون میفتم. در صورت میگن که افرادی که مسنتر هستن به همین دلیل، مثلا به من میگه شما نرو دیدن مادرت، اگه میری از پشت شیشه چقدرم بده. ما اون روز به مادرمون گفتیم مادر اینجوری میگن فلان اینها، اونم گفت ای بابا من ترجیح میدم شماها رو ببینم و بمیرم. اصلا از اونجا تا اینجا آدم عشق میریزه. در هر صورت این بند خداها هم اگر با خود ما زندگی کنن که چه زندگی، هر کدومون صبح بلند میشیم میریم دنبال کار کاسبی خودمون، اینا تو خونه تنها هستن. اگر فکر میکنیم خب خوبه که تنها باشن، کارهای خودشون انجام بدن، مستقل باشن، هر خوراکی دلشون میخواد، هر ساعتی میخوان بیدارشن، هر ساعتی میخوان بخوابن، بچه ها مزاحم اونا نباشن، اونا مزاحم بچه ها نباشن، اون وقت اینجوری میشه که امروز به یه جایی میرسیم که اینایی که منزل، البته مادر من منزل سالمندان نیست، آپارتمان خودش مستقله، هرچی هم بهش گفتیم بابا ما گردنمون از مو باریکتر، ما پرستار استخدام میکنیم اینها، گفته نه تا روزی که میتونم خودم میخرم و میپزم و میخورم. گفتیم اوکی. البته بعض وقتا هم چی میپزه، من همین امروز قبل از اینکه بیام اینجا کتلت خوردم. کتلتو شما با سیب زمینی آب پز شده و پخته درست میکنید یا با سیب زمینی رنده شده؟ کسی میدونه شیرازی ها به رنده چی میگن؟ کوتراش شنیدید؟ بهش میگن کوتراش. چرا نمیدونه. بله خب اینم واکسن کرونا که منتظر باشین چین بهتون واکسن کرونا هم بده. 847 من نمیدونم شماره تلفن کی هست، سه بار زنگ زده 26. امیدواریم فوش نداده باشه، رو پخش میکنیم آقا. من نمیفهمم خانم، من نمیفهمم این چه اخلاق بدیه که زنگ میزنیم به یه جایی وای میسیم پیام، بهش میگن outgoing message OGM، به جای oh my god این میگن OGM outgoing message، مسیج تلویزیون مردم پخش میشه، شما میدونی کسی اونجا نیست، گوشی رو میگیری، حالا که نوبت شماست که حرف بزنی حرف نمیزنی، صدای سربی میاد، صدای سربی که شما وقتی زنگ زدی باید میبستیش. شما هم مثل آقای عبدالرضایی کارت خرابه. آقای عبدالرضایی که نامه براش میفرسی میگه آه شرمنده آقا من نامه ها رو ندیدم، بعد قرار میذاری، بعد از قرار میگه حالا قبل از نو میام. آقا قبل از نو چیه؟ بگو 8:15، 8:30، 8:45، 8:50. من قبل از نو میتونم بیام، قبل از 6:30 هم میتونم بیام، فردا میتونم بیام. گفتیم آقا برو دنبال کاره، شما برید با همون آقای منصور حسانلو که بیکار نشسته تو خونهش با اوشون صحبت کنید. خب ببینیم حالا این دوستون بالاخره پیام میذاره، چه شماره خوبی هم داری آخرش. بله شماره به نظرم آشنا. حالا ببینیم پیام دومیشون چی میگه. دوباره 20 ثانیه.
تلفن رو دادیم، شما زحمت کشیدی، چرا یه مسیج درست حسابی نمیذاری؟ حالا به شوخی بهت بگم چرا مثل آدمیزاد مسیج نمیذاری؟ چه بگیم خدای این جامعه ایرانیه. حالا قولتون میدم همین من نادان، همین دوستمون، وقتی توی مهمونی باشیم چنان اظهار فضل میکنیم، و همین خاطر میگن طرف نشسته اونجا اظهار فضله میکنه. آقا ما بلد نیستیم از یه پیامگیر استفاده کنیم. جنبش ما میاد اسمشو میذاره ایران آنارشیست، بعد میگه نه حالا گذاشتیم حزب براندازان. این نمیدونه حزب یعنی چی. آقا شما این حزب کجا میخوای به صف برسونی؟ این فیلم معمای شاه رو نگاه کنی، بهتون گفتم خیلی یه طرفه ساختن این آخوندا، بودجه هم دستشون و اینها، هرچی دلشون خواسته به قول معروف هر گوی خواستن خوردن. ولی آقا اون شاه هم کارش درست نبود. شما برید نگاه کنید، یک کسی برای من بنویسه شاه در دوران 37 ساله حکومتش که 13 سالش یه نخست وزیر بود، خدا پدر فریدونه چیزو بیامرزه، این هویدا که چی بود اسمش؟ عباس علی بود، امیر عباس هویدا 13 سال وایستاد. حالا شما ببین توی اون باقی این چند تا نخست وزیر، نه یه بار نمیدونم فروغی را هی اون میزنه میکنه بیرون، اون میارچ تو خودش میگه برو بیرون استعفا میده دوباره میارچ تو، نمیدونم اون علم، اون علا، حسین علا، نمیدونم سهیلی، شما هر کیو بگی رزمارام اسکل یا بله ازهاری، همه اینا یه دور انگار ببخشید خرسواری بوده، نوبتی آمدن سوار ملت شدن و رفتن. کارمون خرابه دوستان. حالا شما هر کاری میخواید. ایشون دوباره زنگ زده، خب این دفعه یک بار. آقای سربی سلام، برنامه شما رو گوش دادم، البته یک تیکه به ما پراندید، عیب نداره. این آقا چمن آرا. آقا یه تیکه چیه؟ برای این پیامتون خیلی حالا بهتون پروندم، دوباره گوش میدین. گفتم این شماره خیلی برای من آشناست. بفرمایید. شما کارتان اینه در مورد 2020 صحبت کردید و من یک کامنت در فیسبوک شما گذاشتم که گویا شما هنوز ندیدید و نمیخوانید. بله قربان، این 20 سال گذشته ما همش حرف از قانون اساسی و تغییرش میزدیم و بالاخره در 10 ماه پیش در سال 2019 این انقلاب توسط بیانیه 14 تن شروع شده و کار ما تا به پایان رسیدن این رژیم فقط ادامه راه اون 14 تن است که در داخل ایران، نمیخوام حالا به شما بگم هزاران نفر و میلیون ها نفر، بلی حداقل یک چند هزار نفری در خارج هم این بیانیه را پشتیبانی کردند و ما گروهمان همین است که میبینید. حالا شما هرچی میخواید در مورد ما بفرمایید، عیبی نداره. قربان شما، خدا. آقا ممنونم، یکی از اونایی که خیلی تحمل داره. این همین، اینو باید اون آقای عبدالرضایی یاد بگیره. شما باید ببینید این سهراب چمنارا چندین کتاب نوشت. بهبهانی به به و چه چه گفت که از این پول بگیره کتابش رو تعریف کنه. من که اصلا حوصله این کارا رو ندارم، حوصله نمیدونم چاپلوسی و نوکرتم چاکرتم ندارم. من براش نوشتم آقا اینا چیه نوشتی، ایراد گرفتم. ولی این نشون داد که تحمل داره و وقتی من ایراد گرفتم گفت آقا کاش که شما زودتر ایراد گرفته بودی. چندین ماه این پول گرفته از ما تبلیغ کرده، نخریدن کتاب ما رو، یا نگرفتن چون نمیخواست بفروشه کتاب ها رو، میخواست مردم بفهمن بگیرن. گفت شما دو بار انتقاد کردی، اینقدر مردم اومدن ببینن سهراب چمنارا کیه، کتابش چیه. آقای عبدالرضایی شما برو بشین تو برنامه از صبح تا شب، شما با آقای استانلو بگو به به، اون به شما بگه چه چه، بعدم که چراغ خاموش کردین برین نمیدونم سیگارتون رو بکشین و چایتون رو بخورید، اگه اهل مشروب هستید مشروبتون، اگه اهل بنگ و منگین بنگتون رو بکشین. هیچ قدمی پیش نرفته. آقای چمنارا هم درباره 2020 گفتم، یکی از دوستانی که شاهد برنامه بوده گاه به نظر میرسه که فکر کنم پتیک بود،
به تیگماتزیان گفت که به نظر میرسه که آقای چمنارا یه چیزی میدونست. حالا اگه شما دوست داشتید میتونید بنویسید. زمینان توی فیسبوک که میگید اگه توی برنامه زنده بنویسید من میبینم، اگه توی قسمت مردم تیوی بنویسید نمیبینم، هی باید برم این ور اون ور، معمولا نمیرم. من از همین از صفحه شخصی خودم و سعی میکنم برنامه های زنده از صفحه شخصی خودم شروع بشه که بتونم اینجا ببینم و جواب بدم. آهان، شما تو مردم تیوی نوشتی، پیداش کردم. آقای سوربی، هدف من و تمام نوشته ها و سخنانم تغییر قانون اساسی در ایران بوده. 2020 سقوط حکومت اسلامی، 2020 سقوط قانون اساسی آیت الله بوده، بیانیه 14، همین چیزی که تو پیامشون گفتن. ولی من به شما شرط می‌بندم سر 10 دلار. یه فیلمی بود، دو تا برادر پولدار شرط بستن سر 1 دلار. برید ببینید زندگی چه کسایی رو خراب کردن، زندگی چه کسایی رو درست کردن، و نشون میداد که این پولدارا وقتی بخوان یه کاری کنن چگونه میتونن بریزن همه چیزو به هم. در هر صورت با شما سر 10 دلار، سر 1 دلار شرط می‌بندم من به اون 14 نفر تماس بگیرم، بگم آقا، آقای چمنارا ادعا میکنه که کتاب ایشون، گفته های ایشون باعث شد که شما اون بیانیه رو بنویسید. حالا شما اینو داشته باش. اگه اینا گفتن بله ایشون درست میگه، ما 10 دلار به شما بده کاری. اگه گفتن آقا بی خود میگه، اتفاقا برای ما دردسر هم درست کرده، شما 10 دلار بده به تلویزیون مردم. اوکی؟ ولی دوست عزیز، حالا فرض محال میگیریم که شما این رو نوشتی، اون 14 نفر هم آمدن اون بیانیه رو نوشتن. خب چی شد؟ خود شما میگی ما امروز نمیگیم هزاران نفر، نمیگیم میلیون ها نفر، ولی میگیم هزاران نفر. آقا این هزار نفر شما بهش بگو بیاد توی خیابونی ترافیکو ببنده، مختل کنه رفت آمد. نه این که سیزده به در مردم قرار بیان نمیدونم تظاهرات. حالا چهارشنبه سوری چی میشه؟ همین دوتا دوستمون آقای اوسانلو و آقای عبدالرضایی، نمیدونید با چه شور و ما ویروس کرونا آخوند و میدونید مثل بچه ها میمونن. خب از حالا من به تو میگم آقای دکتر، از حالا تو من بگو آقای رئیس مدیر مدرسه، از حالا به آخوند میگیم کرونا آخوند، از حالا به این حزبمون میگیم آنارشیست. آقا خجالت بکشید واقعا. نمیدونید این دو نفر چی کار میکردن برای چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری میایم بیرون ترقه در میکنیم، با این ترقه ها آخوند از بین میبریم. آقا 40 سال ترقه در کردید، فقط بچه های بدبخت کور شدن، زن حامله بچهش افتاده. خجالت بکشید. بعدم که چی شد؟ به یک کرونای چوسکی نمازتون و روزتون و نیاتتون باطل شد. بله، آهان، آقای دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارا، یادتونه بهتون گفتم اونایی که بخوان تماس بگیرن میتونن ما رو پیدا کنن و میتونن با ما تماس بگیرن. مهندس سهراب چمن، آقا چرا قطع کردی؟ خب رفت دیگه، حالا همین شماره بود که با تلفن دستیم بود، میخواستم شما صحبت کنی. خب دوباره زنگ بزن. این تلفن من روی سایلنت یا روی سکوت یا روی وایبریشن یعنی لرزشه. حالا یه دفعه دیدم چراغش روشن شد، اگه زنگ بزنید میتونید صحبت کنید، اگه نه که زنگ بزنید پیام بذارید مثل این پیامتون. ولی وقتی دیگه وای میسید سوربی یا از اون گوگل وایس حرفشو زد، بعدم قشنگ شما دیدم خیلیا بعد از اون همیگه آی سوربی، آی سوربی اگه هستی بردار. خیلی هاشون که میگه آقا من میدونم تو هستی، آقا اصلا این صداشو من نمیشنوم اینجا، این صداش یه جای دیگه اصلا پخش نمیشه، مستقیم میره روی پیامگی. آها بذارید ببینم. بله، الو الو الو، آقای چمنارا صدای بله بله. صدای تلویزیون اینا رو ببندید. من دوباره تلویزیون 3 دقیقه مجانیه. نه میگم چیزه، گذاشتمتون روی اسپیکر. دوستان عزیز، با آقای مهندس
سهراب چمنارا هستیم و ایشون میخوان درباره 2020 یا اون چیزی که من گفتم ایراد گرفتم ایشون صحبت کنه. بفرمایید. جناب سربی و شنوندگان محترم تلویزیون مردم، توجه بفرمایید، من هیچ وقت مدعی نشدم که یک کاری را شروع کردم و دیگران از من یاد گرفتن. این تغییر قانون اساسی یک جبر تاریخه که من در موردش نوشتم. نه تنها من نوشتم، خیلی دیگران هم در مورد تغییر قانون اساسی در ایران صحبت کردن، منتها خب آقای سربی لطف داشتن باعث نشر این عقیده شدن و خب عده ازش باخبر شدن. به هر حال ببینید، این اتفاقی است که در ایران امسال هم نیفته، سال آینده خواهد افتاد. بالاخره ایران باید قانون اساسیش عوض بشه. این خواست ملت ایران از 150 سال پیش بوده، این چیزی نیست که تازگی داشته باشه. حتی انقلاب 57 هم اولین شعارش استقلال، آزادی، قانون اساسی بوده. شاهنشاه یامهر در آخرین سخنرانی خودش اعتراف کرده که آقا قانون اساسی اجرا نکردم، قول میدم که قانون اساسی اجرا بکنم. و در این مدت 40 سال مردمان زیادی در مورد قانون اساسی صحبت کردن. بنابراین من اصلا کار من سیاسی بازی نیست که بتوانم ادعای همچی کاری داشته باشم. منتها ما آمدیم یه چند تا نوشته نوشتیم و گذاشتیم روی تلویزیون و این طرف اون طرف نگاه کردن مردم که آقا حرف از قانون اساسی. الان هم آخرین کتاب من 2020 سقوط قانون اساسی آیت الله هاست. این چیزی بود که میخواستم خدمت شما گفته باشم. حالا مردم گوش میدن نمیدن فایده نداره برای من، و من کار خودم انجام میدم. آقای سربی هم خوب میدونه که اصلا کار اصلی من سیاست و حزب و این چیزا نیست، کار من یه چیز دیگری است. امیدوارم که توضیحات مختصرم همین کافی باشه در صدقیقه یه گفتم. آقا ممنونم از شما، اگر آمدید اینجا باز همین افتخار رو داشته باشیم که ببینیمتون. خیلی ممنون. حتما حتما، خدا حافظ شما. به امید دیدار، به امید این که سلامت از این ماجرای کرونا به در بیان. خیلی متشکرم. مرسی عزیز. مرسی. خدا. دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارا صفحه فیسبوکشون رو بهتون نشون دادم. یک بار دیگه هم من صفحه رو بهتون نشون میدم، این کامرای 3 و همین اسمشون هم خیلی ساده، سهراب چمنارا. مثل بعضیا اطفا نریخته سه اینجا بنویسه، رابشو 2 متر دیگه اون ورتر بنویسه. این خانوما خیلی این کارو میکنن، اسمش مثلا سکینه است، این ور میذاره س، اون ورش میذاره کینه. آیدای وای وای سهراب چمنارا، بله، یکی از همون کتاباشونم کتاب همین شاهنامه و قرآن به زبان فارسی و اینها هست. ایشون باور داره که اگر ما قرآن رو به زبان فارسی و بر اساس زمانی که این آیه ها حالا یا نازل شده یا سلمان فارسی و حضرت محمد از چیزای دیگه کپی کردن و اینها، میگه اون موقع این مشکل ها حل میشه. میگه مشکل ما اینه که اینا رو یک کسای آمدن برداشتن و ترتیبش درست نیست. و شما فکرش میکنید یه فیلمی بیاد آخرش نشون بده مثلا آرتیست کشته میشه، بعد اول شما گیج میشید دیگه اگه ترتیبش درست نباشه. اینه که میگه باید ترتیبش رو بدونید. اینم از این. و اما ببینم براتون چی گذاشتم اینجا، بریم بخونیم. و امروز هم این برنامه فوق‌العاده رو تقدیم میکنم. بله آهان سعید، وقتی که گفت الان مردم خونه هستن، احتمالاً تو هم خونه هستی، برنامه بذار، گفتم که چشم، این کار رو میکنم و شما هم لطف کن هر وقت چیزی به نظرت رسید. ساعت 2 صبح، 3 شب، ایشون کالیفرنیا هست، ما اینجا هستیم، 3 ساعت اختلاف زمان داریم، زنگ بزن، پیام بزن، نظرتو بگو و اینها، ما پخش میکنیم. اینجوری میشه دوتاییمون با هم دیگه تهیه کننده یه برنامه میشیم. بعد ایشون نوشته بود که احتمالاً بیننده‌های شما هم زیاد میشه. به یه پشه گفتن شما چرا زمستونا از این ورا نمیای؟ گو آخه شما تابستون خیلی از من خوب استقبال میکنین که حالا دیگه زمستونم بیام. آقا قربونت برم، همین 300-400 تا، همین 20,000 نفری که ما رو فیسبوک و این برور داریم،
چه لطفی به من دارن. شما خودت نگاه نکن که من حالا 20,000 نفر دیگه هم بیام یا 300 نفر دیگه هم بیام. آقایون خانم ما به فکر این هستیم که از یه پروگرام و یه کامپیوتر دیگه استفاده کنیم تا همزمان روی توییتر یا روی اینستاگرام هم همین برنامه رو داشته باشیم. یه دو بار گذاشتم تلفن اینجا بذار اون اینجا بذار، دیدم آقا من پیرم نمیتونم. ببینید دوستان، آقای عبدالرضای باید ببینید توانت چقدره. این آقای ایران بومی یه چیزی یاد من داد که فکر کنم کمک خوبیه در زندگی برای هممون. خواستن در حد توان توانستن است، ولی خواستن در حد بالای توان میشی مثل این احمق شالاتان ترامپ. تازه اگه بشی هم وقت نمیتونی هندلش کنی. این آقا میخواست، خب رفت، حالا شده رئیس جمهور. شما ببین دو ما مردم بیچاره رو گذاشت سر کار، همون کاری که آخوندا با ایرانیا انجام دادن اینم با آمریکا انجام داد. چیزی نیست، نمیدونم گل به نفشی بکنیم فلانجاتون خوب میشه، این که دیگه همون هم نمیگفت. نه اصلا همچین چیزی نیست. بعدن حالا میگه من زودتر از همه فهمیدم. ببینید به اینا میگن شالاتان. حالا شما برو اسم فنسی بذار، اسم دهن. من ایران، من آنارشیست نیستم، من ایران آنارشیستم. خب بله، گفته بود ایشون برنامه روزانه خبرهای کرونا که هم با برنامه‌های بیشتر بیننده هم بیشتر میشه. نه آقا نخواست. دوستان تا حالا حتما دیدید که چندین جنبش ققنوس، اقیانوس، نمیدونم چی میگن اینا درست شده، هیچ کدومش به هیچ جا نرسیده. بعد حالا دیدید شروع شده دولت‌های در تبعید درست کردن. اوکی؟ هر کدومشون هم راه میفتن میرن اول دنبال رضا پهلوی، فکر میکنن این ممکنه حالا دیگه یه تکونی به خودش بده. آقا دیگه الان بچه هاش بزرگ شدن، موقع ازدواجشونه. خب لابد نشسته حالا نوه هاشو ببینه. نمیکنه، این مرد عمل نیست. آقا منم یه روزی مثل شما امیدم این بود، وقتی آمدم نزدیک دیدم نه آقا این اصلا نغاره زنه، نغاره و ساز و اینا میگی، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، نزدیک که میای گوش درد میگیری. گوش درد گرفتیم اومدیم دور وایسادیم دوباره. شما حالا اینجوری با شور و هیجان آقا رضا پهلوی فلان دولت در تبعید. بفرما رضا پهلوی یه بار دیگه گفت اشتباه هست اگر کسی ایده تشکیل دولت در تبعید رو داشته باشه. حالا آقای کاووسی میگه منبعت کجاست؟ آقا 20 دلار بفرست تا منبعشو بهت بگیم. بله خب ممنونم. اینا دوستی فرستاد که راجع به این صحبت کردیم که این پولایی که گذاشتن برای کمک به مردم دروغه توی آمریکا. ببینید حالا کیا ازش استفاده میکنن. و اگه یادتون باشه مجلس هی مقاومت کرد، گفت که ما نمیذاریم این پولا بدون کنترل همینجوری این ور اونور بره. ترامپ شارلاتان هم گفت باشه کنترل کنید. اون احمقا هم نوشتن این پولها رو تصویب میکنیم با کنترل مجلس، فرستادن برای این. اینم اون زیرش یه خط اضافه کرد، این پولها رو ما آزاد میکنیم با کنترل مجلس. بعد نوشت اگر ترامپ اجازه بده. ترامپ هم اجازه نمیده. الان هم این لینکش باز نمیشه، من بزنم اینم میشه. اینجا میگه، میگه the public may never know which business is receiving hundreds of billions of dollars. میگه مردم هرگز نخواهند فهمید کدوم یک از این تجارت ها، کدوم یک از این بانک ها، کدوم یک از این کارخونه ها، کدوم یک از این شرکت های هواپیمایی بیلیون ها دلار پول گیرشون میاد. طرف آورده آقای کیوبا نمیدونم فلان توی شارک تانک 150 تا بیزینس داره، چیز داره، تیم بسکتبال داره. خب اینا که مثل ما نیست. بنده که اینجا هستم برای یه شرکتی کار میکردم، بهتون گفتم روز 26 مارچ برای من نامه نوشته که آقای سوربی شما تمپرالی لی آف شدی. لی آف یعنی بیکاری فعلا. خب بعدم برات یه لیست میفرستن که برو از این اداره از اون اداره پول بگی. رفتیم اپلای کردیم، برامون جواب آمده که ما نداریم چیزی که نشون بده شما
حقوق میگرفتی. اینم سیستم آمریکا. میگم آقا این کارا رو من اینجا تازه شروع کردم، قبلی ها فرستادن پول اینا، ولی ما که هنوز چیز تکس پر نکردیم، دو هفته طول کشته، بعدش میگن آها ما یادمون اومد یه سری توی مملکت 1099 کار میکنن، یه سری شغلای خودشونو دارن، یه سری اوبر رانندگی میکنن، یه سری لیفت رانندگی میکنن، اینا رو چی کار کنیم؟ اینا رو اگه گرسنه بذاریم که هر کی یه چوب برمی‌داره میره تو کوچه پس کوچه یقه این اونو میگیره، وای میسه بغل ماشینای آبر بانک میخواد مردم رو سرکیسه کنه. آها درستش میکنی. از اون روز که جواب داده هر روز میری رو وبسایتشون، وبسایت کار نمیکنه. تلفن بذارید بهتون بگم، فکر نکنید ما یه وقت خدایی نکرده مثل تلویزیونای دیگه دروغ میگیم. اینجا من نوشتم، آها اینم بهتون نشون بدم که حواستون باشه. خدایا کجا گذاشتیم اینو؟ unemployment یا بیمه بیکاری. بله نگاه کنید، خب اینجا میگه اجازه بدید ما چون ویرجینیا هستیم، اینجا هم ویرجینیا ادارش میگه که تمام کارکنا مشغول هستن و دوباره تماس بگیرید، بعدن تماس بگیرید. خب اینو داشته باشی شما، این دیگه بهتم نمیگه چقدر وایسا. اوکی بله این همونه، خط زرد کشیدم دوباره یه روز دیگه نوشته no present currently available. میگه الان در این زمان هیچ کس نیست که به شما کمک کنه. اون موقع میگه همه شما مشغولن، بعد میگه که هیچ کس نیست که به شما کمک کنه. این یکی خیلی جالبه، گوش کنید دوستان، یعنی توجه کنید. میگه که ما درخواست شما را قبول کردیم ولی در حال حاضر 167 نفر جلوتر از تو هستن. این رو تلفن ها 167 نفر جلوتر از تو هستن. اینم آمریکا، آمریکایی که بدبخت ملت مردم ایران مخصوصا جون خودشونو از دست میدن که برسن اینجا. اینم صفحه اصلی ویرجینیا unemployment که حالا فرماندار ما کیه؟ یه آقای دکتریه. اینم وبسایتش برای ما عکس ویروس گذاشته، انگار ترسمون کم نیست که اینا هم اینجا اینجوری میترسونن، از بالا تا پایینم قرمز قرمز. بعدم همین خیلی سرمون شلوغه، دوباره تلاش کنید و الی آخر. خب حالا ما ایرانی ها عادت داریم یه پولی همیشه قایم میکنیم و جمع میکنیم و از توی ایران اصلا به سیستم بانک اعتماد نبوده، سیستم بر کش یا به پول نقد و بازار نقد بوده. آمریکایی بدبخت چی کار کنه؟ آمریکایی بدبخت که ما داشتم کارگر، ما ساعت 2 بعد از ظهر جمعه بهشون چک میدادیم، این از 11 خانمش میاد تو گاراژ وای میسه که من میخوام چک مثلا کنتو بگیرم، چک نمیدونم کوینو بگیرم، چک نمیدونم جورج بگیرم، باید بریم پول بدیم نمیدونم، والا تلفنمون قطع میشه، کیبلمون قطع میشه، برق گازمون قطع میشه، آبمون قطع میشه. این یکی. خب حالا یه مشکلی دیگه من براتون دارم، این قرص و اینا دوستان چند سال میگن که سیستم داروخونه ها یه جوری شده که پیشگیری میکنه از این که، یادتونه تو ایران میگفتن اگه خسل اگه عسل با خربوزه بخورین تو دلتون چوب میشه میمیرید. من گاهی وقت میخواستم امتحان کنم بیدم میشه ولی ترسیدم. خب قرصا یا مثلا آب گریپ فروت میگفتن با یه قرصای اگه بخوریم میمیریم. اوکی؟ قرصا آمدن شکلاشون و شماره روشون و اینا رو یه کاری کردن که شما با نگاه کردن با اسمش نوشتن رو اینترنت، از موقع اینترنت اومده، بتونی اطلاعاتی رو بیشتر بگیری که تلفات و چیزا کم بشه. حالا وقتی میری یه قرصی، این قرصه فکر کنم یا مال کلسترول یا مال فشار خونه، ما الحمدلله خدا همه نعمت بهمون داده،
من اینجا شکلش به شما بفرستم. این بحث جدیدی که برای ما اومد دیدیم این اندازش فرق میکنه، گفتیم لابد اشتباه کرده. رفتیم رو اینترنت، دوستان نگاه کنید، یه قرصه ها همین متوپرولول متوپرول، ببینید یه قرص و اینا به چند شکل، یکیش بیزیه، یکیش اینجوری مثل استوانه است، یکیش گرد دایره است. بعد من گفتم خب لابد مثلا اندازه‌های مختلف داره، میلیگرم های مختلف داره، همش هم یکیه، همش هم همون 25 میلیگرمه. و خب اگه اینجوری این چه فایده ای داره؟ ولی سیستم بعضی از این داروخونه ها، مثلا اگه شما از جاینت بگیری همه قرصاتو از اونجا، میگه تشخیص میده که بهت میگه که اصلا بهت نمیده یه قرصی رو، میگه شما فلان قرصو داری میخوری، اینو اگه بهت بدیم ممکنه قلبت اینجوری بشه، قلبت اونجوری بشه. در اصل خیلی مواظب باشین، مخصوصا این روزا که همه سرشون شلوغه که سعی میکنن قرصای ماه آینده و اینها رو بگیرن. خب ما اینو نگاه کنیم و ببینیم دوستان چی میگن، کجا هستن، اگه حرفی دارن، اگه نه ما کم کم. بازم ممنونم از خانم میلانی، اینجا نوشتم ازشون خط بزنم. بله آقای رضا پهلوی هم گفته اشتباه دولت، احتمالاً منظور ایشون اینه که آقا دولت در خارج درست میکنید وقت سهم ما رو نمیدید یا منو به عنوان شاه قبول ندارید، پس درست نیست. دوستان اگه این برنامه رو از یوتیوب میبینید لطف کنید سابسکرایب رو بزنید، کلیک کنید، بذارید من ببینم این سابسکرایب ما اینه، پلی میکنه براتون بذارم یه لحظه اجازه بدید. سابسکرایب نه، این MP4ه، یکی دیگهش چیه؟ اونم MP4ه، این یکی چیه؟ آها اینه، بذارید اینجا پلیر دو رو بیارم. ببخشید اگر رایم رنگش اینجوری سبز و بده، بله این زیر یوتیوب اینو کلیک میکنین، اون ناقوس یا زنگوله یا هر چی که شما بگین اون رو هم باید بعدش بزنید. اینجوری ما مثلا امروز بر حسب، بعضیا میگن حسب تصادف، بر حسب تصادف یا بر حسب تصادف یا الله وقتکی آمدیم برنامه گذاشتیم، برای شما میاد وقتی که من این برنامه رو میذارم روی یوتیوب. یه دوستی گفته بود که آقای ارشاد ویدیوهاش قبلا توی یوتیوب شما بود. بله اون موقع آقای ارشاد خودش یوتیوب نداشت، وقتی خودش یوتیوب داره روی یوتیوبش هم یا خود ایشون یا هر کسی درست کرده گفته دیگران اجازه ندارن ویدیوهای منو استفاده کنن، ما وقتی میذاریم اون ویدیوها رو یوتیوب ایراد میگیره، میگه شما آمدید به اصطلاح کپی رایت یا اون حق تألیف اینا رو از بین بردید و جریمه هم میکنه. جریمش هم اینه که یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه تایم‌آوت بهت میده و نمیذاره شما ویدیو داشته باشید. اینم از این. و روی فیسبوک هم شما میتونید فالو کنید، یعنی ما رو دنبال کنید. ما رهبر نیستیم که کسی دنبال رو بخواد، ولی این اسمیه که فیسبوک گذاشته. بذارید ببینم روی فیسبوک صفحه شخصی هست یا روی فیسبوک صفحه غیر شخصی. این بله روی فیسبوک صفحه مردم تیوی هست. دلیلش هم اینه که چون صفحه شخصی خود من 5000 تا پر شده، بعضی از دوستان که میان میگه جا نداریم. شما اگه اینجا، من اینو بهتون نشون بدم کامرای دو، ببخشید اگه این ماوس ما هم تریک تریک میکنه، حالا دیروز خواستم این ماوس بخرم $30، ترسیدم باز اونم بیاد اینجا تریک تریک کنه یا چریک چریک کنه. ببینید اینجا نوشته فالوینگ، ما حالا چون برای خودمون زدیم من امروز بردارم، من هی برای خودم نیاد. بله اینجا رو شما میزنی فالوینگ و سی فرست ان فالو، من میگم نه خب خودم بی خبر دارم چیه، ولی شما وقتی میای نوشته فالو یعنی دنبال کن، بغلش هم یه اینجوری مثل موج و مال وای فای، شما میگید فالو. وقتی گفتید فالو یعنی شما داری من رو دنبال میکنی، هر وقت ما اینجا چیزی بگیم، حرفی بزنیم، شما با خبر میشید و متوجه میشید. یه ویدیو خیلی قشنگی یه نفر برای من فرستاد،
یادم رفت بنویسم کی، نوشته بود که 13 روز میگذره از این در خانه بمان تا زنده بمانی، و یه آقایی صبح که میشه وسایلشو ور میداره میره پشت بوم، به همسرش میگه من باید برم روف پشت بام رو تعمیر کنم. بعد عکسشو نشون داده، نشسته روی صندلی، بغلش هم آبجو، یه چکش اینجا دستشه، آبجو میخوره، اتفاقا آبجو هم کرونا هست، آبجو میخوره، بعد با این چکش هر از گاهی دو سه تا میزنه که همسرش فکر کنه این داره کار میکنه. گاهی وقتی هم این دریل برقی رو ور میداره میگه قیش، یه صدایی هم از خودش در میاره. اگه کسی لینک اون رو هم داره روی این فیسبوک بذاره، چون اشکال اینا اینه که ما یکیشو نمیدونم توی اینستاگرام میبینیم، یکیشو توی فیسبوک میبینیم، بعد یادمون میره کجا به کجا بوده، و اینم اشکال منه، باید یه جوری برطرفش کنم. و اما بهتون گفتم بیچاره ایرانیایی که امیدشون به ترامپه، بیچاره آمریکاییایی که امیدشون به ترامپه، این مردک فعلا داره سر این که کی رئیسه، بعد از 3.5 سال هنوز در آمریکا دعوا سر اینه ترامپ بر سر صلاحیت تصمیم گیری پایان قرنطینه با فرمانداران در افتاد، و طبق قانون اساسی این تصمیم گیرنده نیست، ولی گفت یادتون باشه این یه آدم شالاتانیه که یک ابزاری هم دستشه که برای اولین بار رئیس جمهورا از این ابزار و وسیله استفاده میکنن به نام توییتر. نمیدونم 60 میلیون تا چند مدت پیش 60 میلیون فالوور داشت، یعنی این وقتی یه چیزی مینویسه 60 میلیون لات و لوت، 60 میلیون نادان، 60 میلیون بعضی هاشون مثل من که میخوان ببینن چی گفته میگیرن اینو. اگه این دیدم یه آقای ایرانی هم گفته ما چرا تو خونه بشینیم، تو خونه میمیریم، پاشیم بریم بیرون. اینو مجاهدین احمق هم گفتن، اول گفتن چرا آخونده مردم رو قرنطینه نکردن، بعد که قرنطینه کرد گفت چرا مردم رو قرنطینه کردیم بزنیم بیان تو خون تو خیابون. اینم اینجا شده دردسر. ترامپ سعیش اینه که مردم رو بکشه به کار و بازار، و میگه اگه قرار کشته بشن مرگ یه بار، شیون یه بار، اینا کشته بشن، ولی اقتصاد آمریکا یه وقت خراب نشه، به انتخابات من ضربه نزنه. از نوار بهداشتی تا نوشابه جریمه های قرنطینه‌ای عجیب در فرانسه. شمار قربانیان روزانه کرونا در ایران پس از 2 ماه به زیر 100 نفر رسید. یعنی این باید خبر خوبی باشه، احتمالاً بالا بوده، بالای 100 نفر بوده، که حالا میگه به زیر 100 نفر 98 نفر رسیده. بعضی ها میگن هیجان زده نشید چون این اعداد میاد پایین، برای اینکه تو خونه نشستی، بیای بیرون فردا میشه 200 تا، میشه 300 تا. چجوری میخوان جلوشو بگیرن؟ قرص دارن، واکسن دارن، بیمارستان دارن، دستگاه تنفس دارن؟ ندارن. دولت چین اجازه آزمایش بالینی 2 واکسن کرونا را صادر کرد. اینم برای آقای کاووسی که میگه از کجا خبرها رو گرفته بودی. بله بفرمایید. ماه گذشته دولت چین با آکادمی علوم پزشکی ارتش اجازه تست واکسن کرونا بر انسان را داده بود. خیلی تعجب میکنم که این یورو نیوز 2 ماه این ویدیو رو گذاشته اینجا. اپرای بانوی گمراه این بار با ملکه اینستاگرامی پاریس را تسخیر کرد، و توش هم اشتباهی میگه میگه قرن 20. خیلی مسخرن که اینا رو گذاشته. پیشبینی های تازه از رکوردهای تاریخی بازار طلا، بله پیشبینی های تازه از رکوردهای تاریخی بازار طلا سکه شد. این میدونی که مثلا فلانی کارش سکه شده اینجوریه. لیدی گاگا از ماکرون درخواست کمک و از ترودو تشکر کرد. احتمالاً در رابطه با کروناست. این رو خودتونم میتونید بخونید. ما اینجا مثل دبستان و دبیرستان عمل نمی کنیم، یه جوری مثل دانشگاه عمل می کنیم، به شما میگیم شما خودتون برید تحقیق کنید، شما هم مثل دانش آموز نباشید، دانشجو باشید. اینجا از روز اول
تا آخر به همه میگن student، همون یعنی دانشجو. اینم ما به غلط ترجمه کردیم دانش آموز، آموزگار، دانش آموز. دانشجو درسته، کسی که آمده دنبال دانش، اونم آموزگار دانش به اینا آموزش میده. خیلی چیامون غلطه، از جمله همین حرکت آقای علی عبدالرضایی که حالا حزب براندازان رو. و من اول آپریل به شما گفتم امروز آخرین روز آماره، گویا این رو هم 3 ماه دیگه تمدید کردن، به خاطر اینکه مثلا 15 که فردا هست آخرین روز تکس و مالیات فرم و اینا پر کردنه، 3 ماه گذاشتنش تا 15 جولای به خاطر این شرایط کرونا و اینها. گویا سنسس یا سرشماری رو هم 3 ماه اکستندش کردن، تمدیدش کردن. و اما ببینم که آها، میگه که اون روز گفتم بهتون پتیک یه نامه فرستاده بود، آقای زرابی کتاب فرستاده، گفتن که رسید، گفتم نه نرسیده، هر وقت رسید بهتون میگم. نامه پتیک رسید، گفت ای بابا این که خیلی خوبه، سه شنبه من فرستادم، جمعه به دست تو رسیده. گفتیم خب، شده بود 3 روز. بعد نوشتم که این روزا چون همه مردم به وسیله پست و فدکس و یو پی اس و این چیزا سفارش میدن، حالا خوراک نه، ولی اتفاقا خوراکای پیش ساخت شده ممکنه با یو پی اس با پست بیاد، کار پستچیا زیادتر شده و از طرفی تعدادشون مریضن، سر کار نمیان، یعنی نیرو کم شده، کار زیاد شده، اینا هم تا یه حدی میتونن فشار رو زیاد کنن، ماشیناشون نمیشه ماشین داغون کنه. حالا شما اینو داشته باش، قولتون میدم بعدن تاریخ خواهد نوشت که چه پولایی این فامیل شارلاتان ترامپ از این ماجرای کرونا به جیب زدن. ولی اداره پست میگه این نمیتونه بیاد پول بگیره، اداره پستی که سالهاست نمیتونه خرج خودش رو بده به دلیل رقابت سنگینی که بین اینها هست با اون فدکس و اینها. ببینید، نگاه کنید، میگه که ممکنه اصلا ماه جون این پستخونه بسته بشه یا در کار، میدونید خیلی ها داروهاشون رو با پست میگیرن. خب میگه United States Postal Service is in crisis mode. Crisis mode میشه حالتای اصطلاح خیلی دیگه، نمیخوام بگیم فاجعه میشه کاتاستروفی، ولی در حقیقت. بعد میگه ترامپ personally made sure to keep the USPS from getting any، میگه ترامپ شخصا دخالت کرده که USPS که همون United States Postal Service هست، اداره پست دولتی آمریکا، از این پول نتونه استفاده کنه. من نمیدونم واقعا این چه جانوری بود، این چه بختکی بود به جون مردم آمریکا افتاد. نمیدونم، شما میدونید؟ اگه کسی میدونه بیاد بگه. چندین بار فکر کردم این مرده که صالحی که ادای خواننده رو در میاره، آدمیه که بهش باهاش مصاحبه کرد، اولا اون روز آوردیمش وسط مصاحبه شروع کنه عرعر کردن که ملت گفتن آقا این فکر میکنه هر میکروفونی میکروفون خوانندگیه و فکر کنه اینجا لاله‌زاره. خلاصه هر کدوم از شما فکر میکنید که ترامپ آدمی هست که به یکی کمک میکنه، حتی آمریکایی، بیان حالا دیگه ایرانی پیشکشتون. ساعت 3:19 است، 50 دقیقه، نه ببخشید 60 دقیقه و 20 دقیقه 80 دقیقه با شما بودیم، میریم تا 3:30 که بشه 90 دقیقه، 90 دقیقه با سوربی. حالا بعدم شما اگه دوست داشتید میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید یا برنامه هایی رو که دوست دارید اینجا پخش کنید. ضمناً داشتم اینو میگفتم که ما دنبال 10 نفر میگردیم که بین 10, 20, 50, 100 دلار ماهیانه، ولی خودشون رو متعهد کنن، هی ما نریم بالا و بیایم پایین، یه ما یکی به اون 200 دلار بده خوشحال بشیم دیگه، براتش خبری نشه. ما یه دوست داشتیم احمد آقا، ما 30 دلار میفرستاد، احتمالا الان مسائل مالی و اینها هست،
دوستان دیگه 10 نفر اگه باشن که 50 دلار، 20 دلار، 10 دلار ماهیانه بفرستن، من اون پروگرام و اون کامپیوتر دیگر رو میگیرم. که ما اینجور نیست بگیم اگه 10 نفر 10 تا 1 تومن به ما بدن میریم تو این آفتابه. چقدر پولای ما رو سر راه مدرسه این بیناموسا معرکه گیرا خوردن و ما گرسنه رفتیم مدرسه، گرسنه برگشتیم گشنه و نالون. در هر صورت دوستان اگر امکان داره حمایت کنید. حمایت از تلویزیون مردم خیلی ساده است. این لینک رو که میبینید از این وری باید بیاد. این لینک رو که میبینید پیپل هست، میتونید با کردیت کارت یا دبیت کارت کمک کنید. یا اگه مشکلی دارید مشخصات کردیت کارت و اینا رو برای ما بفرستید، بگید ماهیانه اینقدر منو چارج کن. میتونید هم بگید چه روزی. اگه مثلا گفتید 8 تا 8، این رسم تو آمریکا، به طرف میگن شما، من تو کار بیمه هم که بودم میگفتیم ماهیانه قسط رو چه روزی میخوای از حسابت برداری، چون همه قسط بریز اول ما، اون وقت شما مثلا چک تو اول ما دیپازیت میکنی، تو میخواد این نقد بشه 20 تا جریمه شدی. طرف میگه 5، 8، 15. ما اون کارم میتونیم اینجا انجام بدیم. آقای عبدالرضایی، یه چیزی هست به نام ریمایندر. من مثلا تلفنم رو گذاشتم روی ساعتی که هر روز توی اون ساعت به مادرم تماس بگیرم. این کارا قرن 21 انجام پذیره. اون وقت شما میگم نوشته های من، میگی ندیدم، قرار میذاری بعد میگی ای اینها از قبل گفته بودن من حالا ندیده بودم. برو آقا، برو تو رو خدا 70 کتاب تو بذار زیر پاد به عنوان صندلی، ولی بشین کلاهتو قاضی کن. آخه شما در زندگی چه کاری انجام دادید که فکر میکنید الان میتونید معلم مردم باشید؟ اون هم در چه راهی که بیان جونشونو به خطر بندازن که ایران رو نجات بدن. آقا ایران رو نجات بدن بنزن دست کی؟ مگه نگفتن شاه بره هر کسی میخواد، هر گویی میخواد بیاد؟ امروز میگن شاه کو؟ رضا شاه، روحت شاد، برگرد بیاد. حالا میگن آخوندا برن هر لجنی میخواد بیاد بیاد. اولا شما لجنین میخواین برین جای آخوندا؟ مردم مارگزیده شدن. میگه کسی که مارگزیده شده از ریسمان سفید و سیاه وحشت داره، میترسه، همش فکر میکنه ماره. خب دوستانی که توی این منطقه فیرفکس و اینا زندگی میکنن، گویا فیرفکس داره یک کیت، حالا اینا هم لابد یه مش پول حروم کردن، کتابای چاپ کردن اینا، همه این چیزایی که اون روز تا حالا از تو این سوراخ اون سوراخ یاد گرفتیم، حالا اینا به صورت بوک میفرستن. وقتی نوشته بود کیت داره میاد، من فکر کردم تست کیت، یعنی بسته ای که شما بازش میکنی، آزمایش میکنی، یا مثلا میگه اینو نگه دار 10 ثانیه، بعضیاش میگه بذار تو مایکروویو گرمش کن، این رنگی میشه، اون رنگی میشه، اگه این رنگی شد اینجوری، مثل آزمایش که خانوما انجام میدن که ببینن حامل هستن یا نه. اینم هست سلف تست، یعنی خودت آزمایش میکنی، یه چیزی مثل اینایی که گوش پاک میکنن میکنی تو بینید، حالا میفرستی برای اینا. فکر کردم اینجوریه. درصد گفته که هرندون و وینا و فالس چرچ و فیرفکس سیتی و فیرفکس کانتی و اینها، براشون این بسته ها به زودی میرسه. و اما استقبال ترامپ از توافق تاریخی اوپک پلاس. ایران از کاهش تولید معاف شد. اونایی که فکر میکنید ترامپ آخوندار میکنه بیرون، ایران رو آزاد گذاشته که هرچی میخواد نفت تولید کنه، ولی اونای دیگر رو گفته بیارید پایین، نفت ارزون شد. حالا نفت ارزون بشه چه ضرری به دولت آمریکا داره؟ نفت خودش رو دستش میمونه، برای که خودش اینجا تولید که میکنه میگن گالونی 2 دلار خرجشه، خرج بیرون آوردنش و خرج تصفیهش. و شما میری پمپ بنزین نوشته 1.89، خب حالا این پول چیزم باید بدم. دوستان یه خطر بزرگی که آمریکا رو تهدید میکنه از اون ور، چون رستوران ها بسته شده، مدرسه ها بسته شده، هواپیما ها پرواز نمی کنن. اینا خیلی خوراک مصرف میکردن، خوراک دورریز میشد، میخریدن، سوار میشد. شما مثلا 150 تا مسافر از اینجا میرفت، ممکن بود 30 تا خوراک بخورن، باقیش میریزن دور. پول میدادن.
الان اینایی که خوراک تولید میکنن، اینایی که ویجتبل گروسری نمیدونم محصولات چی میگن سبزیجات و اینا تولید میکنن، این که نمیاد وقتی مشتری نداره بفرسته بیاد این فروشگاه هم بچینه بعد مجانی بده به من و شما، اونجا میرزنش دور. اولا دور ریختن اینها مسئله شده، بعد از اون وقت کمبود ایجاد شده برای که چند تا از این شرکت هایی که تولید حالا چه گوشت چه میوه‌جات و سبزیجات و اینها آزمایششون پازیتیو شده. آزمایش پازیتیو یعنی نتیجه تست، نتیجه آزمایش کرونا مثبت بوده، مجبورن همه رو آزمایش کنن، مجبورن پلنت اونجا رو ببندن و اینم به زودی ممکنه یه مشکل دیگه آمریکا باشه که اونم باز ترامپ براش آماده نیست. ترامپ آمادگی هیچ چیزی رو نداره. زندگی خصوصیش رو نگاه کنید، کسیه که کازینو رو ورشکست کرده. کازینو ورشکست کرده هم میدونین چی؟ شیوع کرونا جمع آوری صدها جسد از خانه های مردم در اکوادور. کرونا در جهان ثبت 111 قربانی دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران. این مال دیروز بود، چون اون یکی جدیده مال امروز بود، گفت ایران هم از 100 تا اومده پایین. من اخبار دقیقی ندارم به دلیل اینکه منبع موثقی وجود نداره، به دلیل اینکه اینها آدمای صالحی نیستن، یه مش دزد شالاتان پدر سوخته ببخشید مادر قهوه رفته کارن، چه در ایران چه در آمریکا، حالا باز کشورهای دیگه آلمان و فرانسه و اینها، صد رحمت به اونها. شما اگر جایی رو سراغ دارید که خبرها رو به خاطر همینه که خانم لیلا میلانی سرش توی این سوراخه که اینجا خبر رو به فکر میکنه درسته، هر کدومون فکر میکنیم این منبعی که ما نگاه میکنیم خبر درست میگه، ولی شما همینجا که نگاه میکنی سرتو به چرخونیم و این یکی 180 درجه برخلاف اون یکی میگه. دیروز من برای اولین بار با یکی از دوستانمون که استاد دانشگاه است و میخواست با شاگردانش از طریق زوم برنامه داشته باشه، این زوم رو امتحان کردم و چه برنامه خوبی هست. اگر شما هم میتینگ هایی داشتید و حالا مایل هستید اون میتینگ ها رو بازم داشته باشید، از برنامه زوم استفاده کنید. و این هم سازمان جهانی بهداشت در جهان 70 واکسن برای کرونا در حال ساخته شدن است، تا ببینیم کدومش به بازار میاد، کدومش ارزونه، کدام دولتی اینا رو میگیره و به اصطلاح به مردمش میده. ترامپ در آمریکا و ادمینستریشنش نشون دادن که عرضه این کار رو ندارن. یک، با تعویق انداختن خبر شروع این ماجرا. دو، دیر فرستادن مردم به خونه هاشون. سه، الان نابکاری و دعوا هر روز عصر که میاد به جای اینکه مشکلات رو حل کنه داره برای خودش تبلیغات انتخاباتی میکنه و با خبرنگارا دعوا میکنه. خبرنگاره میگه آقا نگاه کن تو فلان موقع گفتی 15 تا تموم میشه میره، میگه نه من میدونستم، شما آدم های نستی هستین، آدم های کثیفی هستین، آدم های پلیدی هستین، کجا میرسیم نمیدونم. آقای شاهین فاتحی، ای کاش که من این نوشته شما رو زودتر دیده بودم. دولت در تبعید و تبعیدیان دولتی. اولا تا روزی که شریعت مداری، رضا پهلوی، دیگران نفهمن اینها تبعیدی نیستن، اینها مهاجرن، هیچ مشکلی حل نمیشه. این اسم تبعیدی هم مثل اون حزب آنارشیست آقای اوسانلوه، به جایی نمیرسن. آقا بنده تبعیدی نیستم. اگر آقای فاتحی آخوند شما رو تبعید میکرد خارج، سربی رو تبعید میکرد خارج، چشمتون رو ببندید ببینید صف تبعیدی برای خارج در ایران چه طولانی میشد. همه وای میسادن التماس میکردن آخوند قربونه برم منو تبعید کن. آقا ما تبعیدی نیستیم، ما مهاجرانی هستیم که به انتخاب خودمون مهاجرت کردیم، حالا یا جونمون در خطر بوده
یا منافعمون در خطر بوده یا آزادیمون در کم بوده. مهاجر هستیم و مهاجرت خوبه. مهاجرت در طی تاریخ همیشه انسانها را کمک کرده برن به یه جای بهتر، برن به یه درجه زندگی بهتر. من از این که مهاجرت کردم بسیار خوشحالم. گاهی وقتا میگم خدا پدر این آخوندهای قرمساق رو بیامرزه، اگه اینا نیامده بودن، همونجوری که قبل از انقلاب به داداشام میگفتم، عاشق بودم دیگه، تو ایران مونده بودم، هی اینا میگفتن پاشو بیا، گفتم بیام اونجا چه کار، اینجا زندگیمو دارم، کارمو دارم، خونمو دارم، بعدم زنمو دارم، بچه‌مو دارم. ولی به جایی رسید که دیدم همه چی دارم آزادی ندارم، بلند شدم مهاجرت کردم. دوستان من تبعید نشدم، هر کی تبعید شده بیاد مهمون من باشه ببینم کدوم بی‌ناموسی اینو تبعید کرده بیاد بره کالیفرنیا توی اورنج کانتی بشینه زیر درخت پرتقال از تا از عرب بخوره. نکنید، نگید شما آقا این بالا رو یه جوری درستش کن. میدونم که شما اینو نوشتی پشتش منظور داری، هنو نخوندم، ولی تبعیدی نیستیم ما. وقتی که تیتر غلط باشه، خشت اول چون نهد شاهین کج، تا سرایا میرود دیوار کج. از اینکه مهمانتون بودم، از اینکه شما مهمون برنامه ما بودید ممنون و متشکرم. و روز جمعه 99% با شما هستم، اون 1%ش میکروب جدیدی بیاد. اینترنت ها دوستان فراموش نکنید، اگه این اینترنت ما نداشتیم دق میکردیم. یادتون اون شعره میگفت آ خدا گوش به فرمان فلان، گر زن و باده مددکار نبود، همه از قصه ورم میکردیم، زحمت از نمیدونم چی تو کم میکردیم. این اینترنت و باده و مواد الان میگه این حشیش و اینها فروشش اینقدر درصد رفته بالا. در صورت اینم از این برنامه ما همینه. آقای خورسندی کاکو حالا میاد 90 دقیقه آقای خونساری، ببخشید آقای خونساری، آقای مرداد خونساری دوستان که یکی از دیپلمات های زمان شاه بودن، ویدیوهای بسیار قشنگی هم در رسانه های مختلف تهیه میکنن و متاسفانه تا امروز ما نتونستیم ایشون رو قانع کنیم که بیان و در تلویزیون مردم این ویدیوها رو پخش کنن یا اینجا برنامه‌ای داشته باشن. دست ممنونم، من امروز 90 دقیقه بیشتر با شما نبودم و نخواهم بود و اجازه بدید که برای شما بهترین ها رو آرزو کنم، به امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر، سلامت و شاد و پیروز و دور از کرونا باشید. اگه از نشستن در خونه خسته شدید، بلند شید ورزش کنید، بازی کنید، یه چیز جدید روی یوتیوب یاد بگیرید، روی اینترنت کلاس‌های مختلف میذارن، ولی هی نگید حوصله‌مون سر رفت میخوایم بریم بیرون، اگر مردیم هم مردیم. مسئله اینه که بعضی وقتا من و شما نمیمیریم، خدایی نکرده عزیزانمون میمیرن، بچه‌مون، نوه‌مون، اینها، که اون وقت دیگه زندگی از جهنم هم بدتر میشه. مواظب خودتون باشید، مواظب دیگران هم باشید. دیدم یه خانمی ماسک زده، بعد وقتی میخواد کیسه پلاستیکی رو باز کنه ماسکش آورده پایین، دست میزنه به زبونش، میزنه به اون کیسه پلاستیکی. دیدم یه آقایی، یه خانمی دیدم اینجا دیروز داشت میدوید، بعد اومده بود این ماسکش رو از اینجا آورده بود اینجا. شما وقتی ماسک میزنید معمولا با دماغت نفس میکشید، خب این ماسک رو آورده اینجا قشنگ با دماغش. و میگن بینی این بالا مهمترین نقطه است که این کرونا وارد میشه، اونجا میمونه، چون اونجا سردتر از بدن شما هست. فکر کنم حالا این موهای تو دماغ آقایون کمکشون میکنه، اینا یه هستن که اینجوری مثل حال آدم به هم میخوره و اونا باعث میشه که کرونا نره. از اون ور میگو اینایی که ریش دارن، ریش و سیبیل دارن، ممکنه ویروس کرونا اینجا بمونه، یا فعلا اصلاح کنید بزنید تا بعد ببینیم چی میشه. خیلی ممنون دوستان، اگر اشکالی در برنامه ها میبینید حتما گوش زد کنید تا ما اگر بتونیم حتما اونها رو برطرف کنید. روز روزگار بر شما خوش.